چه عجیب و ماندگار از کلامت خداوند ابدی و جاودان از تمامی کلامت همچون نهری خروشان فر قلب تشنه است کلامت و برترین است تسلی قلب من نوری بر فاهای من چراغ راه های من کلامت تو. شفا بخشد در و رنج و زخم من نپوری این کلام ساکن شد در قلب من تغییرم به آزادم ساد شبانه نیکوی من چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد ابدی و جاودانت تمامی کلامت درود درز میکنم خدمت شما بینندگان عزیز در هر کجای این دنیا که هستید به قسمتی تازه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب خوش آمدید در این برنامه ها ما تمام کتاب مقدس رو از پیدایش تا مکاشفه مطالعه میکنیم در ادامه بررسی و تعتیق به دومین کتاب شعری یعنی مزامیر رسیدیم و امروز به امید خدا مزامیر 98، 99، 100 و 101 رو بررسی خواهیم کرد تشویقتون میکنم که کتاب مقدستون رو باز کنید و در مطالعه امروز ما رو همراهی کنید و همینطور اگر سوالی دارید لطفا برای ما ارسال کنید تا به فیض خدا بتونیم به اونها پاسخ بدیم در ابتدا اجازه میخوام تا خوش آمد بگم به مهمان گرانقدر برنامه برادر یوسف ریاس درود بر شما برادر درود بر شما همچنین درود و خوش آمد میگم به شما حضار گرامی برادر یوسف رسیدیم به مزمور 98 لطفا درباره موضوع اصلی و عنوان این مزمور توضیح بفرمایید اونطور که میشه از آیه نخست و بقیه این مزمور فهمید موضوعش سرودی تازه است میخونیم برای خداوند سرودی تازه به یک سرود قدیمی هست که قوم در زمان موسا میخوندند. ولی خیلی زود نه در آرامی کنان بلکه در آرامی حقیقت سرودی تازه خواهند خوند یعنی آرامی در سلطنت مسیح که همراه با آرامش ابدی سرودی تازه برای خدا بله توضیحی بدی درباره تقسیم بندی این مزمور میشه دید که این مزمور نه آیه داره و هر سه آیه درباره موضوع خاصی صحبت میکنه آیه یک تا سه دلیل سرود خوندن رو میگه از آیه 4 تا 6 چگونه سرود خوندن رو توضیح میده و از آیه 7 تا نه درباره کسانی که سرود میخونن میگه بسیار خوب اجازه بدید آیاتی رو با هم بخونیم و بعد سوالی رو مطرح میکنم بفهمید. اینطور میفرماید برای خداوند سرودی تازه به سرایید زیرا او کارهای شگفتانگیز انجام داده است او با قدرت بازوی مقدس خود پیروز شده است خداوند پیروزی خود را اعلام کرد و قدرت نجات بخش خود را به سایر ملل نشان داد او با صداقت و محبت پایدار خود به قولی که به قوم اسرائیل داده بود وفا کرد و تمام مردم جهان پیروزی خدای ما را مشاهده کردند در یوسف در این آیات چه دلایلی برای سرود خوندن دیده میشه واژه پیروزی رو میبینیم که بارها تکرار شده او با قدرت بازوی مقدس خود پیروز شده است و بعدش میگه خداوند پیروزی خود را اعلام کرد و سپس میفرماید قدرت نجات بخش خود را به سایر ملل نشان داد میبینیم که خدا پیروزی خودش رو با قدرت نشون میده و همچنین در ادامه میخونیم او با صداقت و محبت پایدار خود به قولی که به قوم اسرائیل داده بود وفا کرد پس پیروزی، رحمت، قدرت، صداقت و همچنین وفاداری دلایلی برای سرود خوندن هستند. عبارت قدرت بازوی مقدس یعنی چی؟ لطفاً در این باره توضیح بدید. زمانی که خدا نجات رو در انسان ندید، در نتیجه می‌بینیم که او با بازوی قوی خودش برای نجات قومش وارد عمل شد. خدا پیروز شد و اینو به حساب قومش گذاشت پس خود خدا برای نجات اومد بله. می فرماید ای ساکنان زمین با شادی برای خداوند سرود بخوانید با سرودهای خود و آواز شادی او را بپرستید خداوند را با بربت و سرود ستایش کنید شیپور و سرنا را به صدا درآورید و با فریاد شادی برای خداوند پادشاه ما بسرایید شما دلیل سرود خوندن رو فرمودید حالا با توجه به آیاتی که خوندیم بفرمایید چطور باید سرود بخونیم این سازها برای ستایش و پرستش خدا استفاده میشه و البته میتونیم بگیم که معیارهای زمینی در اون دخیله ولی پرستش ما که اکنون در پرتو عهد جدید هستیم بر طبق صحبت مسیح در انجیل یوحنا فصل چهارمه که به ما این طور تعلیم میده و میفرماید پرستندگان حقیقی پدر را با روح و راستی عبادت خواهند کرد منظور از در روح و راستی چیه؟ روح القدس کسیه که پرستش رو در ما خلق میکنه در واقع به اون میگیم طبیعت تازه چون ما نمیتونیم بدون طبیعت تازه خدا رو بپرستیم معنای دیگه اینه که با روح پرستش میکنیم نه با بدن و میخونیم خدا روح است و هر که او را میپرستد باید با روح و راستی عبادت نماید چرا که حقیقت یک مکاشفه الهیه همونطور که در عهد جدید و به ویژه در رسالات آشکار شده در مورد دلیل و چگونگی پرستش و اینکه چطور باید در روح و راستی پرستش کنیم فهمیدیم حالا نیازه در مورد پرستندگان بدونیم پرستنده چه کسیه راستش سوالینه که چه کسانی پرستش نخواهند کرد و پاسخ این سوالینه اینه که هیچ کس و وقتی مسیح سلطنت رو به دست بگیره تمام زمین شادی خواهند کرد و اینجا میگه دریا و هرچه در آن است جهان و ساکنان آن به جوش و خروش آیند در واقع میگه هر چیزی حتی درختان جنگل هم شادی خواهند کرد چون این زمان رهایی و زمان احیای همه چیز خواهد بود همه کس و همه چیز شادی خواهند کرد بنابراین پرستندگان یعنی همه کس و همه چیز بله؟ اجازه بدین تا استراحت کوتاهی داشته باشیم بینندگان گرامی به زودی برمیگردیم با ما همراه باشیم همانند مزامیر قبلی و بعدی مزمور 98 شادی تمام زمین را اعلان می کند به سبب سلطنت خداوند و پادشاهی آینده او بر روی زمین به همین خاطر عنوان این مزمور هست سرودی تازه اما پیش از آن که خداوند سلطنت فرماید از دشمنانش که او را رد کرده اند انتقام خواهد گرفت از آنانی که علیه قوم او در زمانهای آخر شورش می کنند همان گونه که در کتاب زکریا فصل 14 و کتاب مکاشفه فصل 19 اشاره شده است به دومین دو بخش برنامه خوش اومدین بریم و سال حسار رو بشنویم در مزمور 99 آیه یک میگه او بر تخت خود که بر روی بالهای فرشتگان است نشسته است لطفا درباره بالهای فرشتگان یا همون کروبیان توضیح بدید میفرماید او بر تخت خود که بر روی بالهای فرشتگان است نشسته است این به چه معناست برادر یوسف فکر میکنم مشابه این دیدگاه رو در کتاب دوم سمویل فصل ششم میبینیم که این میفرماید داود و تمامی مردانش برای آوردن صندوق پیمان خدا به بعل یهودا رفتند این صندوق نام خداوند و متعال را که تختش بر فراز فرشتگان نگهبان قرار دارد بر خود دارد و یادمون هست که صندوق پیمان یک صندلی رحمت داشت که در دو طرفش دو کروبی بود استاره از اینکه خدا بر تختی نشسته که روی کروبیان هست به معنای اینه که خدا اختیار داوری همه چیز رو که روزی اتفاق خواهد افتاد به دست داره چون کروبیانی که ازش صحبت کردیم فرشتگان داوری هستند و از اونجا که این مزمور درباره دوران سلطنت مسیح میگه که سلطنت و داوری انسانها رو با عدالت و درستی انجام میده پس خدا اینجا به عنوان کسی توصیف شده که بر تخت کروبیان داور نشسته اجازه بدین خدمت بینندگانمون یادآوری کنیم که صندوق پیمان یا صندوق عهد چیزی بود که در قدس و قرار داشت چه در زمان خیمه و چه در زمان معبد درسته میفرماید او بر تخت خود که بر روی بالهای فرشتگان است نشسته است پس زمین بلرزد خداوند در صهیون جلوس فرموده و فرمان روای تمام ملت هاست. همه نام پرشکوه او را با احترام بپرستند زیرا او قدوس است. لطفا توضیحی بدید درباره حضور خداوند و عظمت او در صحیون و همینطور این مزمور درباره چه دورانی صحبت میکنه؟ بدون شک این یک کلام نبوتیه که از اتفاقات بازگشت مسیح میگه و اینکه در بازگشت دوبارش توسط قومش پذیرفته میشه و در صهیون ساکن میشه اما در ضمن میبینیم که تمرکز این مزمور بر موضوع بسیار مهمیه که باید بهش توجه بشه یعنی این عبارت که در آیه سوم میفرماید او قدوس است و بعد دوباره در آیه پنج میگه او خدای مقدس است و بالاخره آخرین عبارت این مزمور میگه خداوند خدای ما را صدایش کنید و او را بر کوه مقدسش پرستش نمایید زیرا خداوند خدای ما قدوس است بسیار خوب رسیدیم به مزمور شماره 100 بله اینطور میخونیم سرود شکرگزاری ای مردم جهان برای خداوند آواز شادی بخوانید خداوند را با شادی پرستش کنید با سرودهای نشاتانگیز به حضور او بیایید بدانید که خداوند خداست او ما را آفرید و ما متعلق به او هستیم ما قوم او و گوسفندان چراگاه او میباشیم پیش از اینکه درباره معنای این مزمور توضیح بدید درباره عنوان اون توضیح بفرمایید سرود شکرگزاری یعنی چی زمانی خواهد اومد که تمام زمین خدا رو شکر خواهند کرد برخلاف الان که فقط تعداد کمی این کارو میکنن ولی زمانی میاد که جهان برای خداوند آواز شادی سر میده و کلمات این مزمور محقق میشه و یعنی هر موجودی که نفس میکشه خداوند رو شکر میکنه در واقع زمانیه که مسیح سلطنت میکنه و همه خدا رو شکر میکنن پس این یک شکرگزاری جهان شمول و سراسری دقیقاً یک شکرگزاری همگانی انگامی که تمام موجودات زنده از خدا شکرگزاری میکنن میفرماید خداوند را با شادی پرستش کنید با سرودهای نشات انگیز به حضور او بیایید بدانید که خداوند خداست او ما را آفرید و ما متعلق به او هستیم ما قوم او و گوسفندان چراگاه او میباشیم در یوسف میبینیم عبارت ما قوم او هستیم و او خدای ماست دوباره تکرار شده او نه تنها خدای آفریننده است بلکه شبان بله. هم هست چرا این استلاح رو برای قومش تکرار میکنه قوم خوشحال بودن که توسط خدا فریده شدن و از این جهت اونها گوسفندان و خدا هم شبان اونها بود و به این دلیل که آفریده های خداوندند آفریننده ازشون مراقبت میکنه ولی از فریه هم شادمان بودند جنبه دیگری از مراقبت یک شبان نیکو اینه که جانشو برای گوسفندانش میبخشه و این نشون دهنده اینه که گوسفندان متعلق به شبان هستند. در واقع این موضوع نشون میده که خدا نه تنها اونها را آفریده بلکه اونها رو نجات داده سپس تصویر رو میبینیم از وارد شدن به خانه خداوند میفرماید با شکرگزاری به درگاه او بیایید و در صحنهای او او را بپرستید او را شکر کنید و نام او را بستایید زیرا او خدای مهربان است و محبت پایدار و وفاداری او تا ابد استوار است توضیحی بفرمایید درباره چگونگی تقدیم سرود به خداوند باید در چه زمینه ای باشه و چه ارتباطی با سلطنت هزار ساله داره در آیه دوم موضوع بسیار زیبایی رو میگه خداوند را با شادی پرستش کنید با سرودهای نشات انگیز به حضور او بیایید نکته مهمی که میخوام به بینندگان عزیز دربارش عرض کنم اینه که خدا پرستشی رو که از روی اجبار و یا از روی خستگی باشه به هیچ عنوان دوست نداره این پرستش رو نمیپذیره بله و برای خدا فایده ای نداره در ملاکی فصل سه خدا تصویری به ما میده خداوند میفرماید شما بر ضد من سخنان زننده ای گفته اید ولی شما میپرسید ما بر ضد تو چه گفته ایم شما گفته اید خدمت به خدا بیفایده است چرا باید دستورات او را انجام دهیم و یا چرا در درگاه خداوند و متعال از کارهای خود اظهار پشیمانی کنیم در فصل یک درباره قوم وقتی که قربانی های سوختنی تقدیم می کردند میگه شما میگویید خدمتی که برای من می‌کنید، خسته کننده است و روی خود را رو از من بر می‌گردانید. وقتی قربانیت رو با خستگی به خدا میدی مسلما خدا اونو نمیپذیره پس وقتی میگیم خسته کننده است خدا قبول نمیکنه خدا هدیه ای رو که با دل خوش تقدیم نشه نمیپذیره. بهتر اصلا هدیه ای ندیم. خدا مالک همه چیز و نیازی به هدیه نداره. پس وقتی سرود میخونیم با خوشی بخونیم چرا که خداوند به ما توجه میکنه و ما میتونیم با سرود خوندن به حضور خدا بریم و در حضور خدا از او قدردان باشیم چرا که قربانی ها و هدیه های ما رو پذیرفته و قبول کرده و به هیچ عنوان با تمسخر هدیه ای رو به خداوندمون تقدیم نکنیم و همینطور تصور نکنیم که خدا برای هدیه به ما بدهکاره دقیقا خیلی ها اینطور تصور میکنن و فکر میکنن تا زمانی که وظیفهشون رو به درستی انجام میدن خدا بهشون بدهکاره بله ولی بله این احساس که همیشه در حضور یک خدای بزرگ و مهربان ایستادیم او خالقه و نجات داده بله دقیقا پس با خوشحالی به حضورش میریم میفرماید با تمام وجود و شادمانی برای او بسراییم برادر بریم و پرسش حزار رو بشنویم آیا سوالی هست؟ در مزمور 99 آیه 6 میگه وقتی کاهنان او یعنی موسا و هارون و همچنین سمایل دعا کردند. ما میدونیم که هارون کاهن اعظم بود اما درباره موسا چطور؟ آیا موسا هم کاهن بله دقیقا. بوده؟ دقیقا. برادر چرا در مزمور 99 های 6 نام موسا هم در میان کاهنان اومده؟ در حقیقت میتونم بگم که موسا سه عنوان داشت پادشاه، نبی و کاهن در تصنیه 34 میگه هرگز نبی چون موسا در اسرائیل نبوده است موسی یک نبی بود در کتاب تصنیه فصل 33 آیه 5 میگه موسی پادشاه آنان گردید او پادشاه بود و اینجا هم خوندیم که موسی کاهن بود و فکر میکنم این یکی از شباهت که بین مسیح و موسی وجود داره چون خود موسا گفته خداوند خدایتان از بین شما یک نبی مانند من برای شما بر می و تشابه دیگه اینه که موسا تنها شخصی بود که سه وظیفه رو با هم بر عهده داشت و این سه وظیفه عبارت است از پادشاه نبی و کاهن و مسیح هم نبی کاهن و پادشاه بود البته که در رتبه بالاتر تشابهاتی هست ولی کاملا مثل هم نیستن و همچنین میتونیم ببینیم که موسا کهانتش رو از طریق شفاعت برای قوم هم انجام میداد در واقع یعنی همیشه برای قوم شفاعت میکرد و این وظیفه یک کاهن بود در نتیجه همونطور که خوندیم موسا و هارون کاهنان بودند و همونطور که خوندیم کاهنان او یعنی موسا و هارون و همچنین سمایل دعا کردند و از او کمک خواستند تفاوت و تمایزی که در اونها وجود داره در شفاعت کردن برای قومشونه. یکی از کارهایی که کاهن می کرد این بود که باید با خدا در ارتباط می بود و قوم رو به حضور خدا می برد درست و همینطور برای قوم نزد خدا شفاعت می کرد و موسا همه این کارها رو انجام می داد همینطوره آه در آیه 8 از مزمور 99 میفرماید ای خداوند ای خدای ما تو دعای آنان را مستجاب فرمودی و به آنها نشان دادی که تو خدای بخشنده ای هرچند تو آنها را به خاطر گناهانشان تنبیه نمودی برادر یوسف پیش از اینکه مطالعه این مزمور زیبا را به پایان برسونیم میخوام برامون درباره این آیه توضیح بدید خیلی جالبه خداوندی که میبخشه و تنبیه میکنه این به چه معناست نکته جالبی که در این مزمور وجود داره اینه که سه بار به ما گفته شده خداوند خدای ما قدوس است زیرا که او خدای مقدس است زیرا او قدوس است اما اگرچه قدوسه بخشنده هم هست اما نه به قیمت دار شدن قدوسیتش بلکه بر اساس و پایه قدوسیتش فدیه و کفاره رو به ما ارائه میده قدوسیت خدا کفاره نیاز داشت و محبت این رو فراهم کرد بنابراین حتی با اینکه خدا اون گناهان رو می‌بخشه، ولی با این حال از اعمال اونها انتقام می‌گیره و فیض و راستی همیشه در کنار همدیگه حرکت می‌کنن. وقتی به نخستین گناهی که وارد جهان شد، نگاه می‌کنیم، یعنی گناه آدم، می‌بینیم خدا اونو می‌بخشه و براش پوششی از پوست حیوانات درست می‌کنه، ولی در این حال انتقام کار اشتباهش رو می‌گیره. و خداوند به او اینطور میگه که باید با رنج و عرق پیشانی نان به دست بیاره و همچنین میدونیم این مجازات بود که برای گناهانش در نظر گرفته بود ولی با این حال بخششی هم برای اونها وجود داشت چقدر زیباست که خداوند از آدم انتقام نمیگیره بلکه خطایا و همینطور اعمال دقیقا. اون رو میبخشه خدا بخشنده است ممنونم برادر بریم و استراحت کوتاهی داشته باشیم بینندگان گرامی به زودی برمیگردیم لطفا با ما همراه باشید برنامه تلویزیونی تمام کتاب یک برنامه عالی و کاربردیه کسانی که این برنامه و دروس و مطالعاتش رو دنبال میکنن هر روزه در فیز رشد میکنن من شما عزیزان رو تشویق میکنم در خلال این مطالعه کتاب مقدس همراهتون داشته باشین آیات رو دنبال کنین در اونها تعمق کنید و همچنین یادداشت بردارید این بخش برنامه خوش اومدین. با هم بریم و پرسش هوسار رو بشنویم. می‌فرماید ای خداوند، رحمت و عدالت تو را می ستایم و برای تو سرود می‌خوانم. مفهوم این آیه چیه؟ در آیه یک از مزامور 101 میفرماید ای خداوند، رحمت و عدالت تو را می ستایم و برای تو سرود می‌خوانم. این آیه به چه معناست؟ او سرود می‌خونه، اما موضوع این سرود چیه؟ رحمت و عدالت. و آیه زیبایی که میفرماید به آنها نشان دادی که تو خدای بخشنده ای این رحمت هرچند تو آنها را به خاطر گناهانشان تنبیه نمودی و این عدالت خداونده پس هم درباره رحمت و هم درباره عدالت سرود میخونه پس درباره دو جنبه میگه بله یکیشون درباره رحمت خداست و یکیشون درباره عدالت و داوریه درسته آیات یک تا پنج از مزمور 101 این چنین میفرماید ای خداوند رحمت و عدالت تو را می ستایم و برای تو سرود می رفتار من بی عیب خواهد بود چه وقت به نزد من خواهی آمد در خانه خود با پاکی زندگی خواهم نمود از کارهای بد خودداری می کنم از کارهای کسانی که گمراه شده اند نفرت دارم و هم نشین آنها نمی شدم. از مردم کجرو دوری می کنم و با بدی و شرارت کاری ندارم سپس در آیه پنج می آنهایی را که از دیگران بدگویی می کنند از بین می برم و اشخاص مغرور و متکبر را تحمل نمی کنم برادر لطفا توضیحی بدید درباره این آیات چه کسی اینجا صحبت میکنه و چه کسی از اعمال گمراهان اشخاص متکبر و مغرور متنفره این مزمور رو داوود نوشته ولی باید بدونیم که کامل کننده ی این مزمور داوود نیست بلکه پسر بزرگ داووده یعنی ایسای مسیح خداوند ایسای مسیح که برمیگرده تا سلطنت رو کامل کنه و اینجا در مورد پادشاهی بی عیب صحبت میکنه که فقط مختص مسیحه و درباره اصول اخلاقی حاکم بر پادشاهی و ملکوتش میگه این اصول که بر سلطنت مسیح حاکم هستند چیه؟ و چه تفاوتی بین اونها با قوانین حاکم بر دنیای امروزه؟ قوانین حاکم بر دنیای امروز رو میشناسیم. در حقیقت اگر قوانین دنیا خوب باشن که به نظر من اینطور نیست، این قوانین حاکم چه کاربرد و اصولی داره؟ اما در اینجا ما یک شخص کامل رو میبینیم. پادشاهی بی ایب. به نظرم این عنوان رو نمیشه درباره هیچ کس به کار برد به جز یک نفر که به معنای واقعی کلمه کامله. و در اینجا درباره اصول ملکوت اون شخص صحبت میکنه و در این باره میفرماید از کارهای کسانی که گمراه شدهاند نفرت دارم و همنشین آنها نمیشوم و از مردم کجرو دوری میکنم و با بدی و شرارت کاری ندارم آنهایی را که از دیگران بدگویی میکنند از بین میبرم و اشخاص مغرور و متکبر را تحمل نمیکنم در واقع در اینجا از غروری میگه که وجه تمایز فردی است که مثلا پنهانی به همسایش تهمت میزنه و این معمولا در راهروهای قصر و پادشاه اتفاق میفته و هر کس از دیگری بدگویی میکنه تا با نابودی اون شخص خودش به جایی برسه و باید بگم این چیزها هرگز در پادشاهی مسیح اتفاق نمیفته او پادشاهی کامله و بر اساس پیشگویی ها مردم سرزمین های دوردست با اشتیاق منتظر تعالیم او هستند بسیار خوب از آیه شش میفرماید از کسانی که به خداوند وفادارند حمایت میکنم و آنها را در کاخ خود سکونت خواهم داد آنهایی را که زندگی پاک و بیعیب دارند به کار خواهم گماشت شخص فریب کار را در کاخ خود راه نخواهم داد و کسی را که دروغگوست در حضور خود نخواهم پذیرفت در آیه شش خوندیم از کسانی که به خداوند وفادارند حمایت میکنم و آنها را در کاخ خود سکونت خواهم داد اینها را چه کسی میگه خداوند مسیح که شاهد امینه به هیچ عنوان هیچ شخصی رو دور خودش جمع نمیکنه به جز اشخاص و افرادی که امین و وفادار هستند. در کتاب امثال میگه اشخاص زیادی ادعا میکنند که با وفا هستند اما چه کسی میتواند شخصی را پیدا کند که واقعا با وفا باشد هرکس از خودش تعریف میکنه و از کارها و رفتارش میگه و همونطور که خوندیم اشخاص زیادی ادعا کنند که با وفا هستن اما خداوند به دنبال چیز دیگه‌ایه. چه کسی میتواند شخصی را پیدا کند که واقعا با وفا باشد به همین دلیلی که خداوند دنبال اشخاص وفا داره و در کلام خدا آیاتی هست که میگه کیست آن غلام امین و دانا آفرین بر توی غلام نیک و وفادار هر ایمانداری که به خدا نزدیک میشه باید صفت وفاداری رو در خودش داشته باشه چرا که خدا فریب و بیوفایی رو نمیتونه تحمل کنه بلکه میخواد که ما به او وفادار باشیم برادر میخوام بینندگان عزیز و خدا ترسی رو که مشغول کار هستن تشویق کنید افرادی که مردم وفاداری و امانت اونها رو نمیبینن و حتی شاید دارن آزار میبینن بله. و با وجود اینکه در شغلشون امین هستند کسی ازشون قدردانی نمیکنه و رئیسشون بهشون زور میگه و به افراد دیگهی که به اون نزدیک هستند ترفیع شغلی میده معمولا اکثر افرادی که مسئولیتی دارن امین و وفادار نیستند بله. و فرد وفادار هم فراموش شده و کنار گذاشته میشه درسته پس شاید از خدا بپرس آیا وفاداری من پاداشی هم داره بر اساس این چی بهشون میگید؟ بهش میگن مردخای رو به یاد بیار مردخای شخصی امین بود و میتونیم ببینیم وظیفه‌شو به درستی انجام داد و توطئه کشتن خشایار شاه رو گزارش کرد و نه پاداشی گرفت و نه عصبانی شد چرا که خداوند در وقت معین بهش پاداش میداد انگار میخواد بگه که کاری نکرده که سزاوار پاداش باشه بلکه فقط به پادشاه وفادار بوده پس اگر شخصی که به خشایار شاه وفادار و امین بوده پاداشش فراموش نشده و در زمان مناسب پاداشی دور از انتظار دریافت کرده و میخوام شما عزیزان رو تشویق کنم که کتاب استر و به ویژه فصل ششم این کتاب رو مطالعه کنید چرا که به شما یادآوری میکنه خدا چطور به این مرد امین پاداش داد پس در نتیجه چقدر بیشتر خداوند عیسی مسیح که هرگز چیزی رو فراموش نمیکنه پاداش میده و میخونیم چشمان خداوند تمام جهان را زیر نظر دارد تا به کسانی که نسبت به او با تمام دل وفادارن توانایی ببخشد افراد وفادار پاداش میگیرند بله پاداشی از شخصی عادل که همه چیز رو تشخیص میده ممنونم و حتی اگر پاداشی در زمین نباشه به وقتش در آسمان خواهد بود میفرماید همه روزه مردم بدکار را در مملکت خود نابود خواهم کرد و شهر خدا را از وجود اشخاص شریر پاک خواهم ساخت این اتفاق کی رخ میده در سلطنت مسیح هیچ سرکشی وجود نخواهد داشت و هر شخصی که شریر یا متمرد باشه بدون هیچ وقفه ای توسط پادشاه نابود میشه و این پادشاه ایسای مسیحه بله و ما در حال حاضر فریاد میکنیم عدالت کجاست چرا قتل و آدم ها وجود دارن و فقط محاکمه میشن و دوباره محاکمه میشن و ما از این تصویر خسته شدیم ولی درباره پادشاهی مسیح میگه همه روزه مردم بدکار را در مملکت خود نابود خواهم کرد و شهر خدا را از وجود اشخاص شریر پاک خواهم ساخت و این اتفاق به زودی رخ میده دقیقا سپاس گذارم برادر به پایان این قسمت رسیدیم و به همراه حاضرین درس امروز رو مرور میکنیم از برنامه امروز چه برکتی گرفتید؟ خداوند در زمان مناسب به کسانی که به او وفادار و امین هستند پاداش میده. درست نیست که خدا رو فقط رحیم و بخشنده بدونیم و بگیم هر کار بدی انجام بدیم میبخشه بلکه او خدای قدوس هم هست. بله خدا بخشنده و هم قدوسه. در این قسمت خوندیم خداوند سلطنت میکنه و تمام زمین و خلقت شادی خواهند کرد و برای پادشاه یعنی خداوند سرود میخونن. قدوسیت خدا مستلزم کفاره است. و او از طریق صلیب مسیح این کار رو به انجام رسوند ممنونم برکت خدا با شما عزیزان برادر یوسف از شما هم سپاس گذارم خدا با شما بینندگان عزیز خداوند میفرماید آنهایی را که زندگی پاک و بی دارند به کار خواهم گماشت خیلی از ایمانداران میخوان خداوند رو خدمت کنند و تصویر و سطح مشخصی از خدمت در ذهن دارن، اما خداوند میفرماید کسانی را که زندگی پاک و بیعیبی بی دارند به کار خواهد گماشت اگر شما در جای مشغول کار هستید و در کارتون امین هستید شما خادم خداوندید و یا اگر پیام انجیل رو با همسایه در میون میذارید و شاهد خداوند هستید شما خادم خداوندین و یا اگر پدری هستید که فرزندتون رو در خدا ترسی تربیت میکنید شما خادم خداوندین حتی اگر دانش آموز هستید و در کاملیت رفتار میکنین و از شرارت دور هستید شما هم خادم خداوندین خدمت به خداوند بسیار گسترده است هر روز اشتیاقتون رو به خداوند اعلام کنید و بهش بگید امروز به من تعلیم بده تا شکرگزار تو باشم تا تو رو خدمت کنم تا باعث خوشنودی تو باشم و تو رو جلال بدم ای خداوند و خدا بهتون میگه که چطور این کار رو بکنید آنهایی که زندگی پاک و بیعیب دارند به کار خواهم گماشت تا دیداری دوباره در برنامه یاینده که مزمور 102 رو با هم مطالعه خواهیم کرد خدا با شما چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه است کلامت تو برترین است تسلی قلب من نوری بر فاهای من چراغ راه های من کلامت تو شفا بخشه درد و رنج و زخم من نپریه این کلام ساکن شد در قلب من تغییرم به آزادم ساد شبانه نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت خدا رد عبدی و جاودانت تمامی کلامت